به بخش ویژه خبری خوش اومدید. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم فعال کنید تا از جنجالی ترین اخبار آگاه شوید. غلامرضا سلامی، کارشناس اقتصادی، میگه ما چند ساله بخش واقعی اقتصاد رو رها کردیم و بورس رو تقویت میکنیم. دولت رو گمراه کردن و شاید خودشون رو به گمراهی زدن که میشه از طریق بورس اقتصاد کشور رو نجات داد. بورس این کار رو نمیکنه. اصل بورس بازار ثانویه است که هیچ کمکی به اقتصاد نمیکنه و فقط سفته بازیه. هرچند باید این کار هم باشه چون قیمتها رو واقعی و شفاف میکنه، ولی اونهایی که سنگ مخالفت با سفته بازی رو میزنن باید بدونن بورس مرکز سفته بازی تو تمام دنیاست. به جای این کار فقط به خرید و فروش سهام دامن زدیم. سود زیاد باعث شد توجه به سمت معجزه بورس بره. بورس معجزه نمی‌کنه و این معجزه افزایش نرخ دلار به نفع افراد خاصیه. سودهایی که جابجا شد چند صد هزار میلیارد تومان بود که گیر چند نفر اقلیت اومد و اونها هنوز هم طرفدار حمایت از بورس به جای بخش واقعی اقتصاد هستند. کاش همه بفهمن که بورس فقط پول مردم عادی رو از بین میبره و پول اون اقلیت رو بیشتر و بیشتر میکنه.